فولکل تروک مزارکه کننده ارشد حقوق بشر در سازمان ملل متحد طی اظهاراتی به انتقاد از اقدامات ایالات متحده ای آمریکا برای مبارزه با مهاجرت های غیر قانونی پرداخت وی در ادامه انتقادات خود به اقدامات آمریکا برای مقابله با مهاجرت های غیر قانونی به آمریکا از مبدأ کشورهای آمریکای لاتین پرداخت فولکر تروک افزود با اینکه بنده به شدت از تدابیر و اقدام هایی که موجب امتر شدن مسیرهای رفت آمدن رفت آمد مرزی می شود استقبال میکنم اما معتقدم برخی اقدام ها لزومی به انجام آن نیست زیرا معتقدم حقوق اساسی بشر مانند حق مهاجرت را پایمان می کند و همچنین گفت بدون در نظر گرفتن مبدع و چگونگی مهاجرت حق مهاجرت یکی از حقوق اساسی بشر به شمار می رود. گفتنی این دولت فدرال آمریکا پنجم ژانویه اعلام کرد اقدامات جدید را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند با مهاجرت غیرقانونی به خاک آمریکا برگر... آمریکا را بگیرد کاخ سفید نیز اعلام کرد که اقدامهایی را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا هرچه سریعتر مهاجران غیرقانونی را از خاک آمریکا اخراج کند و پس از اخراج به مدت پنج سال ورود آنان به آمریکا ممنوع خواهد بود قابل ذکر است مرز آمریکا با کشور مکزیک بیشترین مرزی است که از آن مهاجران غیرقانونی از کشورهای مختلف آمریکای لاتین وارد خاک آمریکا میشوند.